بیت باکس چیکی چیکی بام 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 بیت باکس چیکی چیکی بام بام کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارامو گذاشتم برا بعد بلا درد شدم نه یا ایا دست من داری ابتدایی میاد همه در میرم همه در میرم درگیره جنرال میوزیک سوار لیموسینش تو جنگ جهانی سخت به دنبال پیروزیه درمونی نیست به این بازر شیطان توی کلیسان هست اونی نیستم که میشناختن از من بکش بیرون بشین پاهن تا آخر این بازی ادامه داره گشتن اونی تا آخر این بازی ادامه داره رفتن اونی تا آخر این بازی ادامه داره سردر اول... خب این قسمت میخواییم از برنامه پیام به یکی از رپرها و یکی از هیپاپی های خیلی قدیمی و خیلی قول که به نمایندگی از همه میخواد بیاد صحبت کنه در مورد رادیو جوان و یه کمپینی رو تشکیل داده اف با هشتگ FRJ که حالا من نمیگم داستانش چیه. ما گفتیم خود رضای پیشروی عزیز بیاد رو خط و در مورد این آمار و ارقام و این معلوم دارن بزنید. گول میزنن توضیح بده. رضا جان سلام. سلام عزیزم. ارادت خوب هستی آقا؟ خودت که فکر دارم برنامه رو تماشا میکنم. سلام میکنم. سلامتون مبارک. میخواستم یکم توضیح بدی در این موردا. نکنیم که من به نمایندگی از قشر خاصی نه. من یه سری اتفاقاتی رو میخوام برای شما تعریف بکنم. درست. و این مربوط به خودم هست. یک سری اسنادم مطالعه کردم مربوط به واقعیتی هستش که نسبت به آرتیست ها و درگیری با این سایت وجود داره. خب. درسته. در مورد اون هشتگ FRJ، هشتگ FRJ وجود نداره. فقط FRJ وجود داره که بعضی وقتا نصف شب با صدای آروم میاد تو سر بچه ها. اوکی. یه چیز دیگر من به شما بگم جونم خدمتتون عزیزم. ما تقریبا سال 85 بود 86 بود که اصلا میخواستیم آلبوم ریل بسن که اسمش خدافز سرام باشتیم و اولین ترکش هم هو هو چی چی بود. درسته. که از آلبوم اومد و من برای حالم یه مشکل پیش اومد، برای بکاپ هم مشکل پیش اومد و نتونستم اون آلبوم رو دوباره روپا کنم. رفتم سراغ دوران طلایی. دوران طلایی رو که ساختم، حالا شما درگیری هایی که برای پخش و انتشار یک آلبوم آدم داره رو در نظر بگیر، زب در سرش بکن بخاطر اینکه توی ایران مطلعات خیلی پیچیده است. خب آره خدمت ارز کنم که بعد از اینکه تصمیم گرفتم دوران طلایی رو بدم خدمت عرض کنم، امیر منزوی که توی امریکا بودش کار آیتیونز رو شروع کرد واسه ما راه انداختن و سیدی بیدی و همین همین درگاه خرید برای کسایی که دارن از درگاه خارج از کشور استفاده میکنن. درست شد؟ درسته. آره. بعد ما چیکار کردیم؟ اومدیم اینا رو همه رو اسمبلی کردیم و راه اندازی شد. راه اندازی این همزمان بودش با کاریا و ریکورد و میکس و مستر و استدیو ساختن و چندم روگونی گچ بخواب و بندایی خودت بکن و داستانهای خودش دنبال جا بگرد و پول ردیف بکن و هزار تا داستان که بخوای استدیو رو دوباره زنده کنی که یک آلبوم حرفه‌ای بدی بعد با آرتیست ها چقدر پای اسکایپ هرچی یه جای دنیا فلان بسار در خدمت درس کنم که خلاصه خیلی اذیت شدیم. ویدیو کلیپ تو این استرس وسط یه پارک تو ایران نمیدونم توی ترک ای کاش و کل مجموع معدلی که میخوام خدمت درس کنم این که پدر ما در اومد تا این آلبوم رو جمع کردیم. درست. حالا من اینجا انگار میخوام مثلا یک مهمونی ترتیب بدم بعد میام این سال میخوانم میگم که اوچه من یک جشنی آماده کردم که ترتیب بدم و توی این جشن همیشه باید سر جاش باشه. بعد روزی که روز رونماییه اینا برداشتن کار من رو از آیتیونز مثل این که گرفتن و بعد روی سایتشون انتشار دادن با همون کیفیتی که آیتیونز کار میده. بعد من
کار میکنم بعد من نگاه میکنم میبینم که اخبار به این شکل بعد از رونمایی که اولین سایتی که آلبوم من رو بعد از انتشار به صورت غیر رایگان و پکیج، حالا من یک خاطره کوچیک واسه شما تعریف کنم. سی‌دی ها رو ما بردیم چاپخونه، هر چاپخونه قبول نمی کنه، خلاصه با هزار بدبختی این چاپخونه و چاپخونه یه جا خط بزن یه جا فلان بکن، خودمون چسب دو طرفی گرفتیم و خودمون نشستیم، من بودم، یاسر اومد، فهند اومد. آره یه عکس هم منتشر کردین از این؟ آره خیلی از بچه ها من این دو چند تا رفیق قشنگ واقعا نشستیم این خط تولید کارخونه همه با هم کار کردیم. بعد از اینکه این سیدی ها تموم شد، یکی بچه ها یکی از سیدی ها برده بود تو ماشین گشته بود، میگفت رضا سیدی ها میزنم تو ماشین یه حالا مشکل چیه چطوریه من نمیدونم، ولی بد رایت شده بوده. خب سیدی ها بد رایت شده بوده. بعد من چیکار کردم؟ رفتم سراغ رفیقام، گفتم با 20 تا لپتاپ پاشیم بیام اینجا، حساب کن 2500 تا سیدی که فقط ما چاپ کردیم و دونه دونه با لپتاپ همه امتحان میکنن چی سالمه چی نیست، اینو بدیم فلان. میدونی منظورم اینه که یک دوره پیلیسگیری ما داشتیم برای اینکه همه آتشخاله و اینجور مسائل رو خب از این پکیج جدا بکنیم که مردم بهترین کیفیت رو گوش کنن، بهترین کیفیت رو داشته باشن. یعنی ما اومدیم تمام عوامل رو رعایت کردیم. خب درست نیست که الان به نظر شما بعد از این همه صحبتی که من کردم که این همه زحمت کشیدیم که آلبوم رو نمایی کنیم، درسته که اولین سایت رادیو جوان بذاره؟ نه. خب اوکی، ما میگیم که اینا بر حسب طبعشون این کارو کردن. من بهشون ایمیل زدم و با آقای حامد ایمیل زدم، گفتم آقا حامد دوت کن آلبوم من برای خریده اگر میشه از سایتتون برده و محترمانه عرض کردم. درست گفتم آقا سن اینو برداریم، من دارم آلبوم هم میفروشم و فلان اینا. آقا میدونی چی کار کرد؟ چی کار؟ ایشون برمیداره ترک های طلایی آلبوم و ترک هایی که خیلی مستریمه اینا رو میاد چیکار کنه روی سایتش نگه میداره، تمام ترک های تنهای منو درسته؟ پاک از سایتش. خب یعنی حامد هاشمی این کار انجام داد؟ والا من نمیدونم هاشمیه یا چیه، من اصلا نمیشه، من میدونم حامده اسمش. اوکی همون میشه رئیس سایت رادیو جوان. اوکی حامد رادیو جوان، آراد رادیو جوان. درسته بقیه رو نمیدونم، این دوتا کار میشه. من خودم آدم مهاجمی هستم خب، ولی الان منم کاملا منطقی ماجرا رو باز کردم که شما بفرمایید ماجرای رادیو جوان با ما به این صورتی که رادیو جوان کلاهبرداره و اینا هر آدم ساده‌ای هم میفهمه. نظر در مورد آمار بازدیداش چیه رضا؟ آمار بازدیدها یا رونمایی؟ آمار بازدیدها اهدافیه که شما بررسیش کردین برای نابودی این سایت. این حساب من همون مطلبی که در مورد الکسا توضیح دادین رو پیگیری کردم و با تون همه هم حتی نه در مورد رادیو جوان، در مورد خیلی سایت آخر اون یکیشه. خب درست، من نمیخوام پرابلم خود نگاه پرابلم شما رو الان بررسی کنیم، من میگم پرابلم من و پرابلم شما جفتش به یک نقطه منتهی میشه و اون نقطه اینه که این سایت باید تاوان بده یا اینکه این شکلی بگیم از بین بره اگر نمیتونه تاوان مالی و ضررهای اقتصادی بده. حالا چرا میگم از بین بره؟ به خاطر اینکه میخواد به چند نفر تاوان بده، به من بده، به ایس بده، به ایگرگ بده. بعدش هم یه چیزی خدمت هستم، من بعد از اون ماجرا یک بار به خاطر کاری که باز تحت لیبل من مثلا یه کاری بود به اسم شوک که رپ صدا این کار رو زحمتش کشیده بود و لیبل کرده بود، بعد حسابشو بکن اینا اومدن چیکار کردن. بعد از اینکه ما با رپ صدا کار کردیم کارو قرار بود شیر بکنن، درست. که توی اینستاگرامشون شیر نکردن کارو. بعد دیدم که این باک و باک این خواننده کیه؟ باک بی باک
بله بله همون اینا رو شیر کرده دیدم که خب اونا رو ریلیز کرده. خب الو الو صداتون رو دارم جون. دیدم که اونا رو ریلیز کرده گفتم که چون اصلا خب ما اصلا لاین اون متفاوته، اون بچه ها یه جور دیگه هم کسایی هم که جوری که کار میکنن، لاین اون متفاوته و من ناراحت شدم از این که چرا به لاین ما توجه نمیشه. بعد یه ذره رفتم جلوتر و بابت این قضیه یه جریانی توی اینترنت درست کردم که خب مردم یه مقدار تشر برن. امیر تصدا هم همراه شد. بعد از این جریان خدمتتون عرض کنم که ماجرای خاموش شدن این قضیه شد که ما اومدیم بریم وارد صحبت بشیم باشون. نه که من بخوام این اتفاق بیفته، دوستان سینا از من خواست که ما با رادیو جوان وارد صحبت بشیم. سینا یا تیک تاک؟ سینای دوست من که دوستتون کمپانی رو این کار میکرد، سینا شاهکار بود، الان لقبش عوض شد. میخوام بهتون بگم که سینا از من خواست که من با رادیو جوان وارد مذاکره بشم، ولی من از اولش هم نظرم همین بود، نابودی این سایت به دلایل خیلی محکمی. این که این سایت ویترینش آبروی یک سایت ایرانی رو به عنوان خدمت درس کنم یک سمبول از بین میبره، متوجه چی میگم؟ بله بله. این که سایت هم به خاطر دروغ بودن آماری که شما عرض میکنی، هم به خاطر نوع طراحی، خب درست اپلیکیشن دارن و خیلی هزینه کردن برای سایت، خب درسته، اما خیلی از متدهای خیلی ضعیفی برای طراحی سایتشون استفاده میکنن و خب نسبت به سایتی که تو لیبل ایرانی، مثلا تو لیبل بازار موسیقی ایرانی داره حرف اولو به قول خودش میزنه و خب چون امکاناتش رو داره، به نظر من طراحی بسیار ضعیفی داره. راجعی به نظر من من نه کارشناس هم نه چی، من یک آدم میم که اینو میبینم میگم این میتونه خیلی بهتر باشه اگه این میخواد مستر باشه، متوجه؟ بس در نهایت اخراجش کنید، بندازینش توی گوشه ای تا میتونید ازش شکایت کنید اگر دسترسی دارید به اون، واسهشون پرابلم بسازیم که چیز بشن از بین برن، به خاطر اینکه لیاقت این پست رو ندارن که بخوان. رضا یه سوال ازت داشتم. اجازه بده این مصاحبه منم که با رادیو جوان لیبل شده، این بنده خدا فراز و اون آدمای پیرامونش انجام دادن، دستگل آقا فرازه، وگرنه من دستگل آقا کفشاش شجاعیه، اینا آقا کفشاش شجاعی درسته بود رفاقتش با آونگ و از دو طرفی نمیدونم رفاقت با الان آرمین هاشمی اومده این سمت، چرا؟ به خاطر اینکه به نفعشه، به حساب همون کسرا و همهای اونجوری که دارم توی کار میکنم. ولی ببین از اینجا من اعلام کنم در اینجا من نه با آونگم، نه با رادیو جوانم، نه با هیچ سلسله و هیچ داستانی، خب من لیبل خودم رو دارم، اسم لیبلم ریل و تحت ریل آلبومی به اسم ریل رونمایی خواهد شد و تحت ریل آلبوم های دیگر از من و آرتیست های دیگر رونمایی خواهد شد. و اینم خدمتتون عرض کنم که شخص یاسر بختیاری که دوستش صمیمی منو با رادیو جوان کار میکنه، خب یاسو منظورته دیگه؟ بله بله، باهاش هیچ مشکلی ندارم، دوست صمیمی بنده است، خب ولی با رادیو جوان کار میکنه، صادق با رادیو جوان کار میکنه و بچه های دیگه که میشناسینشون، من اینا رو اسم میبرم، شما تمام بزرگ رفت هر جا، خود من در گذشته کار میکردم، خب اوکی. ولی الان تمام بچه ها از صادق، از حسین، از سروش، از تمام بچه هایی که هستن، حالا من الان نمیخوام بشنم تاکه، از تمام بچه ها، یاسر، بچه هایی که دارن کار میکنن، یک خواهشی دوی برنامه زنده دارم، شاید پای تلفن این حرف هم خیلی بیشتر جواب بده، دوستانه میگم، رفیقای من، ما با هم دیگه خیلی نون نمک خوردیم، رفاقت کردیم، ولی این موضوع کاره، دارم با آنتن زنده میگم، بچه این مبحثی که ازتون درخواستم، خواهش میکنم بیایم این مبحث رو بررسی بکنیم، یعنی شما هم نظر بدیم، نه که چی کار کنیم. اینو به عنوان میگم که من نماینده نیستم، من یک کسی هستم که دارم این حرفا رو از جان خودم میگم،
پس از اونها هم میخوام که بیان حرفاشون رو بزنن و بیم یکم رپ فارسی رو استاندارد کنیم و ببریم رو به جهانی شدن، رو به استیبل شدن. یه ذره میدونیم اینا خیلی باسه من حال درمیاد. خیلی حرف قشنگی رو زدی رضا، واقعا واقعا میبوسم رفقا، آقا یاسر، آقا صادق، حسین جون، آقا سروش، هر کی دارین کار میکنین. رقابت تو زمین ما اصلا ببین چه فیلم بود خاکستری که اون گرده میاد حمله میکنه، آره، اینا هواپیما شون سقوط میکنه. توی اون فیلم اون گرده میخواد چی رو بیاد ببره؟ همونی که داره به جمع خیانت میکنه. ما باید به خودمون وفادار باشیم. من حرفم اینه و من دستتون رو میبوسم به خاطر زحماتتون. فقط یکم بیم تکلیف این ماجرا رو روشن کنیم و این تریبون خوبیه برای اینکه ببینیم چطوره. و حتی اگر رادیو جوان هم حرفی داره و میتونم دفاع بکنه مبنی بر اینکه حرفای ما چرت و پرته که اسنادش حاضره، اسکرین شات داره، اگر میتونه ادعایی مبنی بر این بکنه که حرفای ما اشتباهه بیاد بکنه، ما با عقلمون میسنجیم و خب مردم تصمیم بگیرن و شرایط اوکی. من یه سوال دیگه هم دارم، از دیگه از خدمتت مرخص میشم. خیلی حرف قشنگی زدی که بچه ها رو دعوت کردی، گفتی بیایم بشینیم مشکل حل کنیم. منم واقعا باهات موافقم. یکی مثل یا صادق، حسین، همینا که اسمشو بردی واقعا میتونن. من بنده خدا هم ببینید مجبورن، از قدیم کار کردن. آره، داستان اینه که اینا ما میتونیم تریبون خودمونو داشته باشیم و ترتمیز کار کنیم بدون اینکه بخوایم درگیری های مختلف اجتماعی و سیاسی که اون سایت برای خودش ایجاد کرده هم آخر رضا یه آره کاملا میفهمم. یه چیزی که شماها دارین اصلا نیازی به جای نیست، انقدر خودتون کاراتون خوب شنیده میشه که اصلا نیاز به کمپانی یا لیبلی ندارین. شما حتی توی وبسایت معمولی هم کارتو بذار. من متاسفانه یه کاری برام پیش اومده، باید برم سری. خب اوکی امیدوارم که این حرفای من به دردتون خورده باشه و ممنونم ازت باز که تماس گرفتید. باش، امیدوارم که مشکل سریعتر حل بشه رضای عزیز. قربونت، مرسی که اومدی رو خط. همه تونم بیام هیچ جسارتی هم بهش نیست. انشاءالله همه دست و دست هم بدن که انسانیت رو رواج بدیم حداقل. انشاءالله با تمام انشاءالله. قربونت خدا. یه چیزی دیگه هم که من دوست داشتم رضا توضیح بده که نتونست، حالا به قول معروف کار براش پیش اومد، این بود که رادیو جوان پیام خیلی فکر شده و خیلی هدفدار سبک رپ ایرانو داره جلو میبره. یعنی که یه کسایی که شاید من نمیخوام اسم بیارم که جنجال نشه، شاید در لولی نباشن یا مثلا مفهومشون مفهوم اصلا رپو ندونن چیه، مثلا کلمات رکیک حالا به کنار، یه کلماتی که میارن نمیدونم، نمیخوام بگم چون میفهمن کیه کیو دارم میگم. مثلا یارو مثلا رضا پیشرو کار میده، کل یه نهایت اینه که یه تو قسمت MP3 بیاد کارش دیده بشه، خودش هم شیر کنه، ولی کسای دیگه حسن که میان سایت اوله میبنده، کل سایتو میبنده که اول اون که اگه رپ برای شما ارزشمنده باید همه یکسان باشن، نه فرقی بین پیشرو باشه، بین یاس باشه، بین چیز باشه. ما همه انتخاب شده است که محمد. آره انشالله که بتونیم که اگه به قول معروف پیشرو گفت همه رو دعوت کرد که بیان حرف بزنیم و این مشکل رو حل کنیم، اگه بتونیم که این مشکل رو بیان حرف بزنن یه راهکاری پیدا کنن و کاش کم این آمار فیک و دروغ هم به قول معروف از بین بره و بتونه آدم سالم کار کنه. بریم برگردیم، هنوز گفتگوی ما تموم نشده، ادامه داره جنجالمون.